سرخط خبرها. از لغو پروازهای بریتانیا تا همفکری برای مقابله با گسترش نوع جدید ویروس کرونا، اتحادیه اروپا جلسه اضطراری برگزار می‌کند. انگشت اتهام آمریکا به طرف شبه نظامیان متحد ایران در پی حمله راکتی به سفارتش در بغداد. ایران و کتایب حزب الله حمله را محکوم کردند. بعضی از نمایندگان مجلس میگن که ما باید بر کار وزرا نظارت بکنیم. تفسیرهای متفاوت ارکان حکومت ایران از قانون اساسی. روحانی میگوید مسئول نظارت بر کار وزرا رئیس جمهوری است نه مجلس. و ردپای حکومت سوریه و متحدانش در قاچاق قرص‌های روانگردان. ایتالیا محموله‌هایی به ارزش 1 میلیارد یورو را منهدم کرد. سلام، عصر بخیر. به دنبال شیوع نوع تازه‌ای از ویروس کرونا، بیش از 30 کشور پرواز از بریتانیا یا برعکس را موقتاً لغو کردند. ایران هم از توقف 2 هفته‌ای پروازها به بریتانیا خبر داده. امروز برای بررسی راه‌های مقابله با گسترش این نوع جدید ویروس کرونا، دولت بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا جداگانه جلسات اضطراری برگزار می‌کنند. دولت بریتانیا به همین دلیل از شنبه در بخش‌هایی از کشور از جمله لندن محدودیت‌های شدیدتری برقرار کرده و دور همی‌های کریسمس را هم در این مناطق ممنوع کرده. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. کامیون‌ها در بندر دوور صف کشیدند. مسافران در فرودگاه‌ها سرگردانند و بسیاری حالا در بریتانیا گیر افتاده‌اند. علت شیوع نوع جدید ویروس کرونا در این کشور و به دنبال آن اعمال محدودیت‌های سفر برای بریتانیا از طرف بعضی از کشورها. فرانسه همه راه‌های ارتباطی با بریتانیا را برای 2 روز بسته. کامیون‌ها فعلاً حق عبور از بندر دوور و رفتن به فرانسه را ندارند. مشکلی مهم برای بریتانیا، چرا که روزانه تا 10,000 کامیون از همین مسیر بین فرانسه و بریتانیا رفت آمد می‌کنند. هلند در اعمال محدودیت‌ها پیش قدم بود. از دیروز صبح پروازها بین این کشور و بریتانیا را لغو کرده. به دنبال آن بلژیک. آلمان هم پروازها از بریتانیا را تا آخر این ماه میلادی، یعنی 10 روز دیگر، ممنوع کرده. کشورهای زیادی همین کار را کرده اند. از جمله ایتالیا، دانمارک، جمهوری ایرلند، ترکیه، کانادا و سوئیس. هنگ کنگ، اتریش، بلغارستان و هند هم محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. اینجا فرودگاه مادرید است. بعضی از مسافران بریتانیا خودشان را به اینجا رساندند قبل از اینکه اسپانیا هم محدودیتی مشابه اعمال کند. خیلی ترسیده بودم. فکر کردم پروازی که این هفته داشتم لغو بشه. برای همین آخرین بلیط موجود برای پرواز به منچستر رو خریدم. ایران هم اعلام کرده که پرواز به بریتانیا برای 2 هفته متوقف شده. هرچند به گفته رسانه‌های ایران بلیت پرواز از این کشور به مقصد تهران همچنان فروخته می‌شود. اما نوع تازه ویروس که همه را هراسان کرده چه مشخصاتی دارد؟ در مدتی که از شیوع کرونا می‌گذرد، هم انسان اطلاعات زیادی درباره ویروس به دست آورده، هم ویروس درباره انسان. اینکه چطور بتواند با سیستم ایمنی بدن مقابله کند؟ هزاران تغییر کرده و حالا این نوع جدید در بخش‌هایی از بریتانیا پخش شده. یکی از تفاوت‌های مهم انواع ویروس کرونا به پروتئین شاخکی برمی‌گردد. پروتئین‌هایی که به سلول انسان می‌چسبد. نگرانی اصلی میزان مصری بودن نوع تازه است. پژوهشگران تخمین می‌زنند که نوع تازه تا 70% سریع‌تر گسترش پیدا می‌کند. The new variant is out of control and we need to bring it. نوع جدید ویروس خارج از کنترله و ما نیاز داریم اونو تحت کنترل در بیاریم. خبر انتشار این ویروس جدید خیلی بد بود. مهمه که همه جوری رفتار کنند که شاید مبتلا هستن. To act essentially act like they might have the virus.
در بریتانیا روند ابتلا در یک هفته اخیر به شدت صعودی بوده. دولت برای جلوگیری از گسترش ویروس محدودیت‌های تازه‌ای در بخش‌هایی از جنوب شرقی انگلستان از جمله لندن وضع کرده. همینطور در ولز. آن هم در آستانه کریسمس. سؤال اساسی این است که آیا واکسن در برابر نوع جدید ویروس مقاوم است؟ پژوهشگران خوشبینند، اما فعلا هیچ چیز را نمیتوان با قطعیت گفت. فیروزه اکبریان، بی بی سی. نامدار بقایی یزدی، تحلیلگر مسائل بریتانیا و عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا، حزب حاکم، از لندن با ما هستن. خوش آمدید آقای بقایی یزدی. پیش پای شما خانم تبری، شهرام تبری که عضو حزب کارگر هستن، به شدت انتقاد میکردن از عملکرد دولت. نظر شما چیه نسبت به عملکرد دولت جانسون؟ سپاسگزار از دعوتتون. بله، ببینید، به نظر من قابل این هستش که بایستی یک مقدار بررسی کردش وضعیت دولت و عکس العملی که در حال حاضر دارن نشون میدن نسبت به این ویروس جدید، به این نوع جدیدی که وارد شده و الان داره شدیداً پخش میشه در جامعه. خب این یک مقدار واقعا میشه گفت که کندکاری انجام دادن در این کار. شاید این ویروس رو از یکی دو ماه پیش حداقل میدونستن که داره پخش میشه و سرعت پخش شدنش رو اون کمیته مشاورین علمی دولت بهشون این اخطار رو داده بودن، ولی متاسفانه زودتر از اینها عمل نکردن آقای جانسون و دولت. فکر میکنید چرا آقای بقایی عزیز؟ میدونیم که عده قابل توجهی در این کشور هم انتقاد دارن به قرنطینه های شدید و بسته شدن مغازه ها. ببینید، خب متاسفانه چون یک مقدار مردم رعایت درست این اصول بهداشتی و رعایت‌های اجتماعی رو نمی‌کنن. ببینید، با مقایسه وقتی با کشوری مثل سوئد می‌کنید که اصلاً کم و بیش قرنطینه ای نداشته ولی تونسته تحت کنترل بیاره، البته جمعیت قابل مقایسه نیستش، جمعیت سوئد با جمعیت بریتانیا، ولی این موضوع رو تونستن کنترل کنن بدون قرنطینه های شدید و به قول معروف لاکداون. ولی اینجا متاسفانه چون رعایت های لازم نشده، ما کار به اینجا کشیده شده. اینه که مجبور دولت خواه نخواه تصمیمات شدید بگیره و این کارها رو انجام بده. یه همزمانی هم صورت گرفته، حتما شما در جریان هستید. مذاکرات برگزیت به نتیجه نرسیده و هنوز توافقنامه بین بریتانیا و اتحادیه اروپا در جریان نیست و خیلی ها انتقاد میکنن از دولت آقای جانسون که در واقع این بستن ها و این کاری که داره، برخوردی که داره با ویروس کرونا میکنه، برای اینه که بپوشونه ناکارآمدی ها در قضیه مذاکرات با برگزیت رو. نظر شما چیه؟ نه، من فکر نمی کنم. این دوتا کاملا چیز مجزا هستش. البته این عکس العملی که اروپا داره یه مقدار نشون میده، اونم به نظر من شدیده، ولی خب حقم دارن، چون همونطور که دوستمون خانم تبری هم گفتن، این عکس العمل اینها به خاطر اینه که نمیخوان این ویروس پخش بشه به کشورهای دیگه و بایستی این مدت رو ببندن. ولی کاری که آقای جانسون به نظر من بایستی الان انجام بده، یک وقفه ای در خروج از اروپا بندازن. این روز 31 دسامبر چیزی نیستش که میدونید سنگ نوشته شده باشه و مهر و موم شده باشه. این رو بایستی تاریخش رو عوض بکنن و به عقب بندازن که این دوتا الان اینطور برخورد شدید نباشه در خروج از اروپا اگر بدون قرارداد باشه و این وضعیت پندمیک که الان در بریتانیا وجود داره. نامدار بقایی یزدی، تحلیلگر مسائل بریتانیا و عضو حزب محافظه‌کار، ممنونم از حضورتون در برنامه. پژوهشگر اصلی برنامه تولید واکسن ایرانی کرونا گفته که تحقیقات بالینی این واکسن همین هفته آغاز می‌شود و بسیاری در ایران برای آزمایش آن داوطلب شدند. به گفته مینو مهرز، شمار داوطلبان بیش از حد نیاز است. درباره واکسن ایرانی کرونا چه می‌دانیم؟ پریزاد نوبخت گزارش می‌دهد. از هر چه بگذریم سخن واکسن خوشتر است. ایران بارها گفته در زمینه تولید واکسن کاری کرده کارستان. خبر خوش ساخت واکسن رو وزیر بهداشت چندین بار ادعا کرده تولید واکسن داخلی داره به خوبی پیش میره. ولی درباره واکسن کرونا ایرانی واقعا چی میدونیم؟
یکی از مدیران سازمان غذا و دارو گفته 6 شرکت داخلی درباره تولید واکسن کرونا مطالعه می‌کنند. در میان اینها سازنده‌ای که اسمش بیش از همه مطرح میشه ستاد اجرایی فرمان امامه. ولی اینکه چرا این نهاد باید در ساخت واکسن کرونا مطرح باشه برای خیلی‌ها جای سواله. در هر صورت کیانوش جهانپور یکی از مقام‌های ارشد وزارت بهداشت گفته این واکسن برای فاز اول پژوهش کد اخلاق گرفته. یعنی چی؟ یعنی قراره که روی جمعی از آدم‌های سالم آزمایش بشه تا ایمنیش سنجیده بشه. ولی این واکسن چطور ساخته شده و چه جوری قراره آزمایش بشه؟ از ویروس کشته و ضعیف شده استفاده شده. اول در 56 فرد این تزریق خواهد شد. فاز دوم یه چیزی قریب 500 نفر هست و در فاز سوم دیگه به اصطلاح محدودیت ها برداشته خواهد شد. ایران ولی چند دوز واکسن نیاز داره؟ متخصصان میگن برای اینکه مردم یک کشور به ایمنی دست جمعی یا اصطلاحاً گله‌ای برسن باید حدود 70% اونها واکسینه بشن. با این حساب با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران 56 میلیون نفر باید واکسینه شن. هر نفر برای ایمن شدن به 2 دوز واکسن نیاز داره. یعنی ایران دست کم 112 میلیون دوز واکسن میخواد. این ظرفیت تولید برای کشورهای پیشرفته تری که توان مالی، سابقه تولید واکسن و زیرساخت‌هاشو دارن هم دشواره. البته ایران گفته میخواد بخشی از نیازش رو هم بخره از طریق شبکه جهانی کوآکس. فعلا تنها چیزی که میدونیم اینه که این واکسن‌ها فایزر و مدرنا نیستن. اون دوتا که جدید آمده این اصلا امکان اینه که به ایران بیاد نیست، برای اینکه اینا یکیش یخچال منای 70 میخواد، یکیش منای 20، که اینا روتین نیست اصلا. واکسن زدن یا نزدن در کل دنیا محل بحث شده، ولی در ایران شاید نگرانی بیشتر باشه. دلیلش چیه؟ اول اینکه اطلاع رسانی درستی درباره این واکسن نشده. یعنی چی؟ در کشورهای پیشرفته تر اطلاعات مربوط به آزمایش ها در دسترس عموم قرار میگیره، از واکسن های آکسفورد و فایزر گرفته تا مثلا این اطلاعات از واکسن سینوواک چین در دسترس. اطلاعاتی که از واکسن ایرانی داریم که فعلا فقط روی حیوانات آزمایش شده مبتنی بر چیزیه که افراد و مقام ها میگن و ریز این اطلاعات در دسترس همه نیست. دو، حرف های متناقضه. یعنی همین اطلاعاتی هم که مقام ها میگن با هم در تضاده. وزیر بهداشت میگه تولید واکسن کاملا شدنیه، ولی بعضی دیگه از مقام های وزارت بهداشت میگن زیرساخت های تولید واکسن اصلا در ایران وجود نداره. و سومین دلیل بی‌اعتمادی، بدبینی کلیه به تولیدات داخلی. این ناباوری پیدا شده. اثر بخشش قاعدتاً اگه بالای 70% باشه برای ما کافی و خوبه. و من از مردم خواهش میکنم بدبینیشون نسبت به چیزایی که در ایران تولید میشه بذارن کنار. نگرانی در مورد واکسن و نحوه عمل کردش مختص ایران نیست. اما در ایران در دسترس نبودن اطلاعات و اطلاع رسانی مبهم و پراکنده و غیر قابل ارزیابی نگرانی ها را فراتر برده. پریزاد نوبخت، بی بی سی. چند خبر کوتاه. ایران به انتقادات کانادا درباره عملکردش در پرونده سرنگونی هواپیمایی مسافری اوکراین پاسخ داده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که هیچ تاریخی در بررسی این پرونده عقب نیفتاده و گزارش فنی این مسئله امروز یا فردا منتشر خواهد شد. کانادا ضمن انتقاد از تأخیر در انتشار گزارش احتمال عمدی بودن شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به سمت هواپیما را هم منتفی نمی‌داند. هواپیمای مسافربری اوکراین حدود یک سال پیش نزدیک تهران با شلیک موشک سپاه سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن که اکثراً تابعیت یا اقامت کانادا داشتند جان باختند. مرکز خبرنگاران افغانستان تایید کرده که رحمت الله نیکزاد، عکاس خبرنگار اسوسییتد پرس در ولایت غزنی کشته شده. به گفته این نهاد امروز افراد مسلح آقای نیکزاد را جلوی خانه‌اش ترور کردند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته. در ماه‌های اخیر چند خبرنگار در افغانستان ترور شدند. دادگاهی در لندن 2 نفر را در ارتباط با قتل 39 مهاجر ویتنامی مجرم شناخت. این مهاجران 14 ماه پیش پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا داخل یک کامیون یخچالدار جان باختند. محکومان این پرونده 1 رومانیایی ساکن هومه لندن و 1 نفر اهل ایرلند شمالی هستند. آنها ممکن است حکم حبس ابد بگیرند. این 2 نفر از اعضای یک گروه خلافکار هستند که برای آوردن مهاجران غیرقانونی به بریتانیا از هر کدام 17,000 دلار گرفته بودند.
ایران حمله راکتی دیشب به منطقه سبز بغداد و سفارت آمریکا را محکوم کرده و گفته زمان این حمله و بیانیه وزیر خارجه آمریکا علیه ایران مشکوک است، در حالی که آمریکا گروه‌های نزدیک به ایران را مسئول این حملات می‌داند. کتایب حزب الله، یکی از اصلی‌ترین گروه‌های شیعه نزدیک به حکومت ایران، هم این حمله را محکوم کرده و گفته نباید جان غیر نظامیان به خطر بیفتد. مجید افشار گزارش می‌دهد. آسمان بغداد دیشب، شلیک دست کم 8 راکت کاتیوشا به منطقه سبز، یکی از بزرگترین حملات موشکی در ماه‌های اخیر که سفارت آمریکا را هدف گرفته بود. سیستم دفاع موشکی سفارت فعال شد تا راکت‌ها را در آسمان منهدم کند. گفته شده که ساختمان سفارت آسیب جزئی دیده و یک سرباز عراقی زخمی شده. این حمله که در آستانه سالگرد حمله به کاروان قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس در بغداد و کشته شدن او انجام گرفت، باعث شده انگشت اتهام به سمت گروه‌های شیعه حامی ایران در عراق نشانه رود. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، در توییتی نوشت: شبه نظامیان مورد حمایت ایران بار دیگر آشکارا و بی‌پروا به بغداد حمله و شهروندان عراقی را زخمی کردند. حق مردم عراق است که این مهاجمان را تحت پیگرد قرار دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم گفته آماده مقابله با حملات احتمالی نیروهای نزدیک به ایران در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی است. کتایب حزب الله، یکی از گروه‌های شیعه نزدیک به ایران، اما این حمله را محکوم کرده و گفته نباید جان غیر نظامیان را به خطر انداخت. گروه‌های دیگه مثل اصحاب اهل حق و همچنین آقای صدر، مقتدی صدر، هم اعلام کردند که این حمله اشتباه بوده و به نوعی یا حالا نشون میده که این گروه‌های اصلی دیگه کنترلشون رو بر گروه‌های کوچکتر، گروه‌های مسلح شیعه کوچکتر از دست دادن، یا این استراتژی جدیدیه که دارن در پیش میگیرن که یعنی یک گروه حمله میکنه، گروه دیگه نقض میکنه و میگه که ما نبودیم. جواب ما کاملا روشنه. صدای مشابه امروز از وزارت خارجه ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران نوع و زمان این حمله و توییت وزیر خارجه آمریکا را مشکوک خواند. نخستین سالگرد صدور مصوبه مجلس عراق بر ضرورت خروج، گزارش تلویزیون ایران با تاکید بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، آرزویی که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و تغییر سیاست‌ها در خاورمیانه ممکن است فعلا برای ایران عملی نشود. مجید افشار، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی کشف نوع جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا و لغو پروازها به این کشور، اتحادیه اروپا جلسه اضطراری برگزار می‌کند. ایران و یک گروه شبه نظامی متحدش در عراق حمله راکتی دیشب به سفارت آمریکا در بغداد را محکوم کردند. در ادامه این برنامه، انهدام بزرگترین محموله قرص‌های روانگردان در ایتالیا. رئیس جمهوری ایران میگوید ارکان حکومت فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند. حسن روحانی با انتقاد از تفسیری از قانون اساسی در خصوص حق نظارت نمایندگان بر وزرای کابینه‌اش گفته که نظارت بر وزرا وظیفه رئیس جمهوری است نه مجلس. آقای روحانی همچنین تاکید کرده که رئیس جمهوری بعد از رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور است، اما شورای نگهبان در دوره‌های مختلف برداشت‌های متفاوتی از بعضی اصول قانون اساسی داشته. در این باره گفتگو می‌کنیم با علی مزروی، نماینده مجلس ششم از بروکسل همراه ما هستن. آقای مزروی، این برداشت‌های متفاوت از اصل 113 از کی آغاز شد؟ چون به نظر می‌رسه که در موردش هیچ همدلی مشترکی وجود نداره بین مقام‌ها. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. خب این یک داستان درازی داره و تفسیری که از اصل 113 میشه که عموماً خب تفسیر شورای نگهبان رو باعث در این باره مورد ملاحظه قرار داد، بستگی به این داره که چه کسی در ایران رئیس جمهور باشه. و میدانید که در مجلس ششم
یک لایحه‌ای رو دولت به مجلس ارائه داد به نام لایحه اختیارات رئیس جمهور که در واقع میخواست این اصل قانون اساسی رو به صورت مشخص تعریف کند، ولی این لایحه به دلیل اینکه رئیس جمهور اون دوره که آقای خاتمی بود مطلوب شورای نگهبان نبود، مورد قبول و تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. و اخیراً که آقای یزدی به رحمت خدا رفت، ایشون در مصاحبه‌ای به صراحت گفته که چون آقای خاتمی رئیس جمهور بود، ما نمیخواستیم این اختیارات رو را آقای خاتمی به رسمیت بشناسیم و جلوی تصویب اون مصوبه مجلس ششم رو گرفتیم. به هر حال این برمیگرده به نوع توازن سیاسی که در ادوار مختلف در کشور وجود داره و تفسیر این اصل 113 رو دچار قبض و بست از سوی شورای نگهبان در تفسیرش کرده. اما این قضیه که ما الان از طرف آقای روحانی شاهدش هستیم، قبلا در دوره آقای احمدی نژاد هم دیدیم، در دوره آقای خاتمی هم دیدیم، به خصوص در سالهای پایانی ریاست جمهوری، رؤسای جمهوری میرن به سمت اینکه انتقاداتشون رو از کم بودن اختیاراتشون بیشتر و علنی‌تر مطرح کنن. فکر می‌کنید چرا اینطور است؟ چرا از سالهای آغازین این رو شروع نمی‌کنن؟ ببینید، در دوره آقای خاتمی که آقای خاتمی برای اجرای اصل 113 یک هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی رو منصوب کردند و خب در دوره 8 ساله ایشون این هیئت نظارت میکرد و گزارش نظارتی خودش رو هم منتشر کرد. اما در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد سر کار اومد، به دلیل همین هماهنگی که در مجموعه حاکمیت بود، کلاً این هیئت رو منحل کرد. در دوره آقای روحانی هم متاسفانه آقای روحانی این هیئت رو دوباره برقرار نکرد و واقعش اینه که آقای روحانی نمیخواست دوچار چالش بشه با این اصل و نظریه های تفسیری. در مورد دوره آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای هم که اصلا این بحثا مطرح نبود، برای اینکه در دوره آقای خامنه‌ای ما قدرت اجرایی رو نخست وزیر داشت و رئیس جمهور نظارت میکرد و خب بحثی اون موقع نبود. آقای هاشمی هم در دوران خودش از قدرت کافی برخوردار بود و لزومی به اینکه چنین چالش هایی رو بهش بپردازه نمیدید. به هر حال روند امور در کشور به گونه ای بوده که هنوز تفسیر مشخص و روشنی از این اصل وجود ندارد و به رغم اینکه در این اصل جمهور دومین مقام رسمی و مسئول اجرای قانون اساسی در کشوره، نمیتوند این اصل رو اعمال کنه. ممنونم از شما علی مزروی، تحلیلگر مسئول ایران و نماینده مجلس ششم از بروکسل با ما. چند خبر کوتاه. آژانس دارویی اتحادیه اروپا مجوز استفاده از واکسن کرونایی محصول مشترک شرکت‌های فایزر و بابونتک را برای کشورهای عضو اتحادیه صادر کرد. قرار بود تصمیم‌گیری در این باره یک هفته دیگر انجام گیرد، اما این سازمان تحت فشار وزیر بهداشت آلمان آن را یک هفته جلو انداخت. بریتانیا، آمریکا و چند کشور دیگر هم استفاده از این واکسن را پیشتر آغاز کردند. دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرده زنی که ظرف 10 سال معادل 20 میلیون دلار از فروشگاه مجلل هاروتز خریداری کرده، باید منبع اموالش را روشن کند، وگرنه ممکن است خانه 27 میلیون دلاریش و همینطور زمین گلفش مصادره شود. زامره حاجیوا همسر یک بانکدار است که در جمهوری آذربایجان به جرم فساد و اختلاس حالا زندانی است. خانم حاجیوا اولین خارجی در بریتانیا است که آژانس ملی مبارزه با جرایم از او درباره منشأ دارایی‌هایش توضیح خواسته. در ایتالیا محموله‌های بزرگی از قرص‌های روانگردان نابود شده که از سوریه آمده بود. قیمت این محموله‌ها حدود 1 میلیارد یورو برآورد شده. این عملیات بخشی از تلاش هماهنگ علیه تجارت پرسود مواد مخدر است که گفته می‌شود حکومت سوریه و متحدانش در دست دارند. مصرف تفریحی روانگردان در خاورمیانه رواج دارد و حتی شبه نظامیان هم در خطوط مقدم جنگ از آن استفاده می‌کنند. گزارش کوینتین سامرویل را ببینیم. جنگ سوریه شاید میلیون ها کیلومتر دورتر از اروپا به نظر برسد، اما امشب در ناپل یک بار دیگر بروز می کند.
پلیس جرایم مالی ایتالیا امشب در حال اجرای عملیاتی که ماها روی اون کار کرده. اوایل تابستان امسال محمولی از مواد روانگردان به ارزش معادل 1 میلیارد یورو کشف کرد که در ابتدا تصور میشد از طرف گروه داعش فرستاده شده، اما اشتباه بود. امشب این محموله ها رو آتش میزنند. مواد مخدری که از بندر لازقیه سوریه آمده در یک سفر 9 ساعته تحت کنترل شدید امنیتی به جای برده می شود تا آنجا نابودش کنند. این محموله بی سابقه شامل 85 میلیون قرص است. حکومت سوریه و متحدش حزب الله عمیقا درگیر قاچاق مواد مخدر هستند. سعی می کنیم یواش یواش در این جنگ پیروز بشیم. شاید امشب فقط در یک جبهه پیروز شده باشیم، اما جبهه مهمی بود. این قرص ها اما برای فروش در اروپا فرستاده نشده بود. ایتالیا فقط یکی از ایستگاه‌ها در راه رسیدن به لیبی بوده. روانگردان کپتاگون در جهان عرب محبوبیت زیادی دارد. از آن هم به صورت تفریح استفاده می شود و هم توسط جنگجوها. سرهنگ دانیلو توما به من میگوید این بزرگترین محموله مخدری است که کشف کردم، بزرگترین در تاریخ کپتاگون. با توجه به حجم آن فکر میکنم تمام بازار را اشباع میکرد. من با این مخدر در جبهه‌های جنگ عراق، سوریه و لیبی برخورد داشتم، اما هرگز در چنین اندازه‌ای ندیده بودم. کپتاگون توسط حکومت سوریه و اینجا در مناطق تحت کنترل شورشیان تولید میشود. ابو عبدو جنگجویی که به قاچاق روی آورده تاثیر مخدر را شرح می‌دهد. جنگجوها از اون استفاده می‌کنن. به کسانی که تردید دارن شجاعت میده و اونها را از واقعیت جدا می‌کنه. این قرص‌ها به آدم قدرت میده و باعث میشه فکر کنی قهرمان هستی تا بدون ترس از چیزی وارد میدان جنگ بشی. امسال برای قاچاقچی‌های سوری سال بدی بوده. محموله‌های قاچاقشون پی در پی ضبط شده. تنها در ماه گذشته میلیون‌ها قرص کشف شده. این تصاویر در مصر ضبط شده. قرص‌ها را در فیلترهای هوا جاسازی کرده بودند. کپتاگون نفت بر آتش درگیری می‌ریزد، اما خزانه رژیم بشار اسد را هم که تحت تحریم‌های شدید است پر می‌کند. کشف فزاینده محموله‌ها توسط نیروهای مبارزه با مواد مخدر خاورمیانه تنها یک شبه از مبارزه هماهنگ برای جلوگیری از رسیدن پول‌های غیرقانونی به رژیم سوریه است. کوینتن سامرویل، بی بی سی نیوز، ناپلز. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.